خیلی از ما فروشگاه مایکروسافت رو تو ویندوز 10 نادیده میگیریم. درسته استفاده ازش دردسر داره و باید از وی پی ان استفاده کنیم. اما برنامه‌های کاربردی و جالبی تو این فروشگاه وجود داره که حیف ازشون بگذریم. با هم همراه باشید تا بهترین برنامه‌های رایگان فروشگاه مایکروسافت رو بهتون معرفی کنم. گزینه اولمون ادوب فتوشاپ اکسپرس، یه برنامه برای ویرایش عکس فوق‌العاده ساده و سبک که اصلا حالا قابل مقایسه با اون فتوشاپ اصلی نیست. خیلی امکانات کمتری داره اما خب به درد بخوره برای افرادی که دنبال حالا اون امکانات بیش از اندازه نیستن. کافیه که لانچش کنید، محیط خیلی ساده‌ای داره، عکستون رو انتخاب کنید و بیاریدش توی محیط برنامه. یه سری گزینه‌ها سمت چپ صفحه قرار دارن که حالا شما میتونید ازشون استفاده کنید برای اینکه فیلترهای مختلف رو بندازید روی تصویرتون، یا اینکه اصلا برید سراغ کراپ کردنش، روتیت کردنش، فلیپ کردنش، یا اینکه بیایید و حالا اگر مشکلی داره مثلا چشم‌ها قرمزن یا هر چیزی بیایید ازش استفاده کنید برای اینکه بتونید عکستون رو تبدیل کنید به اون چیزی که مد نظرتونه. اما قبل از تمامی اینها اگر نمیخواید زیاد درگیر این شید که مثلا فیلتر بذارید، برایتنس یا روشنی، کانتراست یا اون تفاوت بین نقاط تاریک و روشن تصویر رو بخواید خودتون به صورت دستی تغییرش بدید، میتونید بیاید و از گزینه اتو اینهانس ادوب فتوشاپ اکسپرس استفاده کنید. کافیه که روش کلیک کنید و حالا بر حسب شرایط و اون چیزی که خود برنامه تشخیص بده میاد و رنگ بندی اون تصویرتون رو تغییر میده. حالا شما میتونید یه کمی در واقع باش بازی کنید، حالا شدیدترش کنید اون فیلترهایی که اعمال شده رو یا نه کمترش کنید و بذارید رو همون حالت ساده‌ای که اولش بهتون نشون داده باقی بمونه. برنامه‌های مختلفی داریم که میتونید ازشون برای نمایش فایل‌های PDF یا حالا ویرایششون استفاده کنید. اما خب زود و PDF روی فروشگاه مایکروسافت فوق‌العاده ساده است، خیلی کاربردیه و واقعاً کارتون رو راه میندازه. کافیه که بیایید وارد برنامه شید و حالا اون فایل PDF مورد نظرتون رو باز کنید و میبینید که یه دونه گزینه ادیت این بالا وجود داره. وقتی روش کلیک کنید کلی گزینه مختلف پیش روتون قرار میگیره که از هر کدوم که خواستید میتونید استفاده کنید. اینکه بخواید حالا یه دونه متنی بنویسید هر جایی که میخواید، یه نکته‌ای رو اضافه کنید، اینکه بخواید هایلایت کنید یا خط بکشید دور چیزای مورد نظرتون، اینکه اصلا بخواید حالا بیاید و مثلا یه قسمتی رو برای خودتون با استفاده از اشکال مختلف مشخص کنید یا هر چیز دیگه. زود و PDF واقعا برنامه خوبیه، خیلی سبک، استفاده ازش ساده است و میتونه راحت جایگزین برنامه‌های دیگه شه که به صورت پیشفرض ما روی ویندوزمون نصبشون می‌کنیم و ازشون استفاده می‌کنیم. تا قبل از نصب برنامه ایر ترامپت اگر بخواید فقط صدای یه برنامه خاص رو کم کنید، خب باید بیاید سراغ این قسمت، کلیک راست کنید، بیاید توی ولوم میکسر و بعد توی اینجا کارش رو انجام بدید. اما خب ایر ترامپت کارو برای شما خیلی ساده تر میکنه. حالا کافیه که بیاید توی این قسمت شوهیدن آیکونز اون رو پیداش کنید، بازش کنید و میبینید که تمام برنامه‌هایی که در حال ران شدن هستن رو شما میتونید صداشون رو کنترل کنید. حالا میخواد از برنامه‌های مختلف گرفته، اگر ویدیویی داره پخش میشه، اگر بروزرتون بازه، حالا مثلا توی یوتیوب یا هر چیزی، کلا میتونید به تمامی صداهایی که در حال پخش شدن دسترسی داشته باشید. خیلی ساده. اگر دنبال یک کلیپ بورد حرفه‌ای‌تر می‌گردید که حالا چیزایی که کپی کردید رو بخواید پیداشون کنید، پیستشون کنید جاهای مختلف، میتونید بیاید و برنامه دیتو کلیپ بورد رو از استور مایکروسافت ویندوز 10 تون دانلود و نصب کنید. دسترسی بهش خیلی ساده است، میاد توی همین هیدن آیکونا، کافیه که روش دابل تپ کنید یا در واقع دابل کلیک کنید باز میشه. و اینجا ببینید هر چیزی که کپی کردید یا ازش اسکرین شات گرفتید اینجا ذخیره میشه، میتونید ازش استفاده کنید، پیستش کنید، انتخابش کنید و کلا از همون حالا کلیپ بورد قدیمی یا همون اوریجینال ویندوز 10 خیلی کاربردی تره، چون اطلاعات بیشتری به شما میده. و حالا اگر دوست داشتید که بخواید این کلیپ بورد رو تغییرش بدید، یک کلیپ بورد بهتر استفاده کنید، میتونید بیاید سراغ دیتو. یکی از ساده ترین برنامه‌ها برای ترکیب دو تا عکس در واقع به وجود آوردن افکت دابل اکسپوژر استفاده از برنامه فیوز که میتونید رایگان از همین فروشگاه مایکروسافت دریافتش کنید. کافیه که لانچش کنید، حالا بعد از نصب کردن و ازتون خواسته میشه که دو تا عکس مورد نظرتون رو انتخاب کنید. اولی به عنوان بک‌گراند که حالا من میام و عکس مورد نظرم رو انتخاب میکنم و دومی به عنوان عکسی که میخوایم در واقع اون عکس اصلی مونه، اون رو هم انتخاب میکنیم. بالا همونطور که میبینید با استفاده از برنامه فیوز شما میتونید یه دونه افکت دابل اکسپوژر خیلی ساده به وجود بیارید. کلی امکانات دیگه هم بهتون داده میشه که میتونید ازشون استفاده کنید، توی منوی پایین قرار میگیرن و حالا میتونید اون تصویر مورد نظرتون رو بسازید به هر شکلی که دلتون میخواد بدون استفاده از فتوشاپ یا هر برنامه ادیت عکس دیگه ای. همونطور که میدونید روش‌های مختلفی برای استفاده از اسپاتیفای وجود داره. حالا اگر داریم روی ویندوز ازش استفاده می‌کنید که میتونید برید سراغ اسپاتیفای وب یا در واقع همون آدرس اینترنتی اسپاتیفای از طریق مرورگر، یا اینکه بیاید و برنامه‌اش رو برای ویندوز دانلود کنید، یا که بیاید توی فروشگاه ویندوز 10 یا همون فروشگاه مایکروسافت و
و برنامه مخصوص ویندوز 10 رو از اینجا دانلود و نصب کنید که کاملا رایگانه و میتونید حالا به صورت رایگان و با تبلیغات یا اینکه با حالا گرفتن اکانت های پریمیوم و بدون تبلیغات به موزیک مورد نظرتون گوش بدید. شیریکس یکی از کاملترین و بهترین برنامه های اسکرین شات گرفتن روی ویندوزه که میتونید رایگان از طریق همین استور مایکروسافت دانلود و نصبش کنید. وقتی بازش میکنید ببینید کلی گزینه مختلف در اختیارتون گذاشته شده که حالا برای مثال من کافیه بیام وارد همین قسمت کپچر شم و میبینم میتونم به شکل‌های مختلف بیام و اون اسکرین شات مورد نظرم رو بگیرم. حالا میتونه در واقع از اون صفحه یا مرورگر یا هر برنامه‌ای که در حال حاضر بازه باشه، میتونه کلاً مانیتورم باشه، کل رزولوشن مانیتورم رو بگیره، یا اینکه خودم بیام و یه فضایی رو براش تعیین کنم که فقط از همون نقطه اسکرین شات بگیره. بعدش میتونید بازش کنید، ببینیدش، ادیتش کنید یا کلی کار دیگه روش انجام بدید که حالا ممکنه به دردتون بخوره یا اگر برنامه‌های ساده‌تری می‌خواید که ویدیوهای قبلی کلی چیز مختلف بهتون معرفی کردم که میتونید ازشون استفاده کنید. برای یادگیری زبان روی سیستم عامل اندروید و آی او اس ما یه برنامه رو داریم به اسم دولینگو که حتما میشناسیدش و شاید ازش استفاده کرده باشید. اما خب شاید براتون جالب باشه بدونید که همین برنامه برای ویندوز 10 و در واقع روی استور مایکروسافت هم یه اپ اختصاصی داره. میتونید رایگان نصبش کنید، لانچش کنید و توی اولین قدم ازتون میخواد که بیاید و زبان مورد نظرتون رو انتخاب کنید. برای مثال من ایتالیایی رو انتخاب کردم و حالا میخوام که بیام و یه دونه هدف برای اینکه در روز میخوام به کجا برسم یا چقدر پیشرفت کنم در نظر بگیرم. من میام و مثلا یه دونه برنامه معمولی رو در نظر میگیرم، کانتینیو رو میزنم، بعد وارد قسمتی میشم که میاد و به هم درس های مورد نظر رو میده. دولینگو خیلی برنامه خوبیه برای زمانی که میخواید یه دونه زبان جدید رو یاد بگیرید، میتونه کلی کمکتون بکنه و حالا برنامه‌اش هم که برای ویندوز 10 کاملا رایگان و میتونید از استور مایکروسافت دانلودش کنید. اگر دوست دارید خیلی سریع ببینید که فایل های ویندوزتون چی هن، توی فولدرها چی میگذره، میتونید برنامه کویک لوک رو از استور مایکروسافت دانلود و نصب کنید. استفاده ازش خیلی ساده است. زمانی که لانچش کنید به صورت پیش‌فرض توی پس زمینه ویندوزتون ران میشه. حالا کافیه که اون فولدر یا برنامه یا هر آیتم یا هر آیکون مورد نظرتون رو انتخاب کنید و روش اسپیس بزنید. میبینید که این پنجره باز میشه، به شما اطلاعات مورد نیازتون رو میده. و حالا این فقط مختص فولدرها هم نیست، میتونید روی اصلا تمامی برنامه های مورد نظرتون این کار رو انجام بدید و حجمشون رو ببینید، اطلاعاتشون رو ببینید و متوجه شید که دقیقاً داخلشون داره چی میگذره. اگر دنبال برنامه‌ای می‌گردید که بیاد اون بک‌گراند یا تصویر پس‌زمینه‌تون رو براتون عوض کنه، خب میتونید اسپلش رو از استور مایکروسافت دانلود و نصب کنید. وقتی لانچش کنید می‌بینید که حالا بهتون یه سری تصاویر نشون میده. شما می‌تونید وارد تنظیمات شید و بهش بگید که هر چند وقت یک بار این تصاویر رو عوض کنه و مثلا برای لاک اسکرین‌تون هم تصویر مختلف بذاره یا نه. بعد در نهایت این تصاویر ست میشن روی بک‌گراندتون و می‌تونید با یه دونه کلیک اون‌ها رو تغییر بدید و برید سراغ یه دونه عکس جدید تا برسید به اون عکس یا تصویر مورد نظرتون. خب اینم از 10 تا برنامه رایگان و کاربردی فروشگاه مایکروسافت که حتما به دردتون میخوره. ویدیو رو با بقیه به اشتراک بذارید و کانال یوتیوب دیجیاتو رو برای ویدیوهای آموزشی بیشتر سابسکرایب کنید.